درود به شما همراهان عزیز. افزایش قیمت بنزین در سال آینده حتمی است. این خبر اولین بخش از اخبار این ساعت را به خود اختصاص می دهد. در ادامه اخبار این ساعت مطابق روال برنامه های تحلیلی همراه خواهیم شد با آقای واحدی. و در پایان می پردازیم به تصویب قانون عفاف و حجاب، طرحی که اول به اجرا درآمد و بعد تصویب شد. تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. افزایش قیمت بنزین در سال آینده، یک نماینده مجلس میگوید بین 15 تا 20 درصد خواهد بود. علی اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت قیمت بنزین در سال آینده افزایش خواهد یافت. به گزارش وبسایت دیدبان ایران، او با اعلام این موضوع که افزایش قیمت بنزین بین 15 تا 20 درصد خواهد بود، مدعی شد این افزایش کمتر از نرخ تورم است تا فشار زیادی بر اقتصاد و مردم وارد نشود. در روزهای اخیر و پیش از افزایش قیمت نان و شیر، گزارش‌های زیادی در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین منتشر شده است. درست از زمانی که مسعود پزشکیان پس از شروع به کار خود به عنوان رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی ایران در روز 6 شهریور از پرداخت یارانه بنزین انتقاد کرد و گفت هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد بیاییم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسید دار. حالا اونی که میدیم بدیم، حالا خود این جای بحثه، آیا باید بدیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان، تجربه بین المللی این حرف رو همه قبول میکنن. این اقتصاددانای ما هستن، کارشناسای ما هستن، باید بلندشن و نسبت به این سیاست های نادرستی که اجرا میکنیم اعتراض کنن. حالا اون اعتراض نمیکنن، من پول گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، پول به اصطلاح حقوق بازنشسته رو ندارم، اون وقت بنزین رو میخوانم دلاری 50 تومن میفروشم 10 تومن. کدوم منطقی این رو از ما قبول میکنه که ما داریم این کار میکنیم؟ هر انسان آگاهی، هر انسان دانشمندی، هر انسان دغدغه‌مندی، من تصور نمیکنم این نوع سیاست رو، این نوع نگاه رو بپذیره. پس از آن و در پاسخ به انتقادهای گسترده، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان اعلام کرد دولت هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار می‌دهیم. تنها کاری که شده آسان‌ترین راه است متوجه مردم کنیم. ما چه کار باید بکنیم؟ ما چه سهمی داریم؟ آیا کالاهایی که با راندمان پایین مصرف سوخت بالا به مردم میدیم، ما سهمی نداریم که اینا حل کنیم؟ اگر میخوایم مدیریت کنیم مصرف سوخت رو، بخاری هایی که هست، نمیدونم موتورخونه هایی که هست، الاخر که واقعا به ویژه حالا مسئله جدی که داریم ناترازی، اشاره فرمودن ناترازی گاز طبیعی و فراورده نفتی و گازی واقعا مسئله هست. ما امروز حالا اشاره فرمودن 110 میلیون لیتر تولید بنزین داریم، 130 که زارن در روزهای اخیر تا 135 رو فکر کنم درسته 140 رسید. آخر کدوم عقل سلیمی میگه بنزین رو با دلار وارد کنید بیاد لیتر 1500 تومان بفروشید؟ فعلا هم هیچ کاری دیگه نمیخوام بکنیم دور بلافاصله، نگا که دوره آقای عارف چیزی گفت که حالا فردا میخوام بازارسازی کنیم. نه، واقعیت های بخش را داریم مطرح میکنیم، نه حالا تصمیم برم. اما این موضوع مانع بحث افزایش قیمت بنزین نشده است، به ویژه آنکه مسعود پزشکیان در نشست مطبوعاتی خود در روز 26 شهریور گفت این اقتصاد نیاز به مداخله و درمان دارد و از رسانه‌ها خواست تا در این زمینه همکاری کنند تا بتوانیم روش‌های درمانی را به مرحله اجرا درآوریم. او افزود نباید انتقاد کنیم که چرا داروی تلخ به مردم می‌دهیم. بالاخره اگه ما بخوایم مملکت ما درست بشه، از این وضعیت در بیایم، باید این اقتصاد بیمار رو درمان کنیم. این اقتصاد بیمار مداخلش دارو که بدیم ممکنه تلخ باشه. خود نگیم آقا چرا به مردم داروی تلخ میدید، بپذیریم که این مداخله اگر صورت بگیره به نفع اون محروم است و به نفع اقتصاده. اگر لازم شد یه مداخله بکنیم، بپذیریم که این میتونه آینده بهتری داشته باشه.
اینا رو اگر روشنفکرا، خبرگزاریا، دانشگاهیا، سیاستمدارا و انسجام و وحدت داخلی شکل نگیره، هر مداخله ای انجام بدید، شما انجام بدید، میگم چرا مردم رو داری اذیت میکنی، بیچاره دردش میاد، بدون اینکه به اصطلاح بابا به پیر و پیغمبر نمیخوام دردش بیاد، میخوام درستش کنم، صبر کن بذار درست بشه، میگه نه تو مردم رو اله کردی. این اعتراضات و دعواها و جوهای اختلافی اجازه هیچ مداخله رو تا حالا نداده به هیچ سیاست گذاری. ما از شما کمک میخوام، کمک کنید این بیماری و ناترازی رو درمان کنیم. درمان مداخله میخواد، مداخله خلاصه یه مقدار ناملایمات رو همراه داره، بپذیرید ناملایمات رو تحمل کنیم و ما طبق اون اصول بریم جلو و این وضعیت رو اصلاح کنیم انشاءالله. در این حال روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 19 شهریور نوشت رویکرد نیروهای انقلاب نیز باید کاملا حمایتی و همراهی با این اقدامات اقتصادی دولت باشد. نباید در زمان این کارهای خطیر رفتاری جناحی داشت و دولت را در این مسیر تنها گذاشت. دفاع از افزایش قیمت بنزین از سوی مقامات حکومتی، رسانه‌ها و طرفدارانش در شرایطی ادامه دارد که تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی همراه با شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به انتقاد شدید از این موضوع پرداختند. آنها با اشاره به کمک‌های کلان جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی‌اش در خاورمیانه، معافیت نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات و نیز فساد گسترده در حکومت خواستار آن شدند که حکومت به جای افزایش قیمت بنزین که فشار اقتصادی زیادی را بر مزد بگیران از جمله کارگران وارد خواهد کرد، از سیاست‌های اقتصادی به زیان آنها دست بردارد. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متأهل و دارای فرزند حدود 11 میلیون تومان است، ولی به گفته شماری از تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان در ایران و نیز برخی از تشکل‌های رسمی صنفی، هزینه زندگی ماهانه در شهرها بیش از 30 میلیون تومان در ماه است. یکی از منتقدان افزایش قیمت بنزین، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، در سخنانی که در وبسایت جماران منتشر شد گفته است باید با آقای پزشکیان بگوییم در دنیایی که تا این میزان پیچیده است، هر کس به شما آدرس‌های سرراست و ساده داد بدان نسبتی با علم ندارد. باید به ایشان گفته شود این تصور که وضعیت متغیر چند ده متغیری مانند بنزین فقط با افزایش قیمت درست می شود از زبان افرادی بیرون می آید که با منافع رانتی نسبت دارند و حداقل این است که دانش و صلاحیت علمی کافی ندارند. او افزود رئیس جمهور را می ترسانند که چگونه می خواهید حقوق کارکنان دولت را بدهید. به جای افزایش قیمت بنزین کسی به ایشان مشاوره نمی دهد که اگر فقط مانع یک فسادی مانند فساد چای دبش شوید، از کل درآمد انتظاری از شوک قیمت بنزین بیشتر عایدی خواهید داشت. مریم شکرانی روزنامه نگار هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آقای پزشکیان حداقل 24 هزار میلیارد تومان پول بودجه صدا و سیما است. اگر تعطیل یا خصوصی کنید پول بازنشسته و دارو و گندم و نهاده راحت تر پرداخت می شود. جمهوری اسلامی خاطره تلخی از آخرین افزایش قیمت بنزین دارد، به طوری که اعتراضات آبان 1398 در پی گرانی ناگهانی قیمت بنزین از جمعه شب 24 آبان در چند شهر ایران از جمله مشهد، اهواز، خرمشهر و بهبهان آغاز شد. دامنه این اعتراضات به 54 شهر کشیده شد و در نهایت جمهوری اسلامی با قطع اینترنت در کشور اقدام به کشتار معترضان در شهرهای مختلف کرد. 2 دی 1398 خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در حکومت ایران اعلام کرد در سرکوب اعتراضات آبان حدود 1500 تن از معترضان کشته شدند. اما میرسیم به بخش تحلیلی برنامه این ساعت و همراه میشویم با آقای واحدی. با آغاز ماه مهر همه ما شاهد مهر و مهربانی و شادی در بین مردم باشیم، اگرچه خیلی آرزوی دقیقی با توجه به شرایط فعلی کشور و دنیا نیست. یک شبکه تلویزیون هست به نام عصر که از سالها پیش، از ماها پیش مطرح شده، یکی از شبکه‌هاییه که از این کارهای مثل شرکت‌های خصولتی به اصطلاح شرکت‌های درست مانند که ظاهراً خصوصیه، برای اینکه از شمول قوانین محاسباتی و قوانین نظارتی خودشون رو جدا کنن، اما عملاً تحت کنترل نهادهای حکومتیه. یه سری شبکه، یه سری رسانه هم درست کردن که مثلا وابسته به حکومت نیست، که اینها دو منظور است. یه حرفایی رو میزنن برای روز مبادا که اگه اتفاق افتاد بگن مثلا فلان کارشناس سپاه، فلان کارشناس حزب اللهی، فلان رسانه این رو گفته بود قبلا، از طرفی در حال حاضر هم مسئولیتش رو کسی نپذیره.
بعضا پیام های غیر رسمی که میخوان برای این عموم بفرستن از طریق این رسانه هاست. در این شبکه یه فردی به نام وحید خضاب که از اون حزب اللهی های خیلی تند و تیز و مذهبی های خیلی خرمسلکه، نه مذهبی، متعادل صحبت میکنه و مشخصا با توجه به مواضع قبلی وحید خضاب میشه فهمید که این مأموریت داره که اینطور حرفا رو بزنه. اشاره میکنه به اینکه یه سری اتفاقاتی میفته، اسرائیل کارهای انجام میده و کارهای در داخل کشور انجام میشه، اما خبرش منتشر نمیشه. مأموریت اتفاقات گفته میشه تو خود ایران، اسرائیل در همین برهه دقیق اشاره نکنه تهران، آقای صمدزاده بدونه، در همین برهه یک ماهی اخیر ما عملیات نکرده، می گفته شده می عملیات شهید نداشته. خلاصه یه تصمیمی بر اینه که نگید که کسی ندونه چیزی شده، راست هم یعنی کسی نمیدونه چیزی شده. الان غیر از آقای صمدزاده که میدونه دستشو بیاره بالا بدونه کدوم کجا رو من دارم میگم که الان عملیات کرده اسرائیل، شهیدم گرفته، ربایش سندم داشته و من اگر از یکی از حالا نمیگم کی، یک دوستانی که کارش کار اطلاعاتی نشنیده بودم گفتم نه بابا حالا از این حرفا که زیاده. و این که دارید میگید اصلا یک استراتژیست، به خاطر اینکه این فرض شده که درست نم هست اگر چنین چیزی مطرح بشه خب سطح توقع میاد بالا، یا بذار خیلی با لفظ صریح بگم مخاطب عام، یعنی اون کسی که تو مغازه تو داره میره خرید میکنه، میبینی فروشنده داره مثلا با شاگردش یا مثلا با اون شریکش حرف میزنه، داره میگه بابا اینا هم که فقط حرف میزنن بابا چی؟ این تلقی درست میشه دیگه. خب این نمیگه مربوط به کجاست، اما با توجه به اینکه در یکی دو ماه اخیر تنها حادثه‌ای که منجر به کشته شدن افرادی بوده و یک سری اخباری پیرامونش مطرح شد، مسئله یک کارگاه وابسته به سپاه در اصفهان بود که گفتن که مسئله نشت گاز بوده و یک سرهنگ سپاه و یک افسر دیگه سپاه کشته شدن. این آقا ادعا میکنه که کار اسرائیل بوده و بعد اون سایر مجریان هم که اونها مجریان صدا و سیما هستن با سپاه کار میکنن هیچکدوم تکذیب نمیکنن. ببینید در اینطور موارد اگر یک مقداری هماهنگ شده نباشه موضوع، بلافاصله که میپره وسط حرف، این حرفا رو نزنین، حرفا چیه، نمیدونم شایعات، چرا شایعه دامه میزنین. سایر افرادی که همه حزب اللهی هستن و همه هم از مجریان برنامه‌های سپاه و برنامه‌های دیگه صدا و سیما هستن سکوت میکنن. حتی این وحید خضاب که صحبت میکنه یکی از حضار رو مخاطب قرار میده و به احتمال زیاد اسم صمدزاده رو میاره که اونم از مجریان همین برنامه تلویزیونه. به احتمال قوی اصلا منبع خبره، من از نوع برخوردهاش و نوع اشاراتی که وحید خضاب میکنه به این نتیجه رسیدم که اصلا منبع خبر همون صمدزاده است. متوجه ما هم تقسیم وظیفه کردن که میگه که من از یک کسی که اطلاع داره میگم، جز آقای صمدزاده کسی نمیدونه، مشخصا همونه. خب اینجا های کار مشخصه که بنا شده خورد خورد مسئله بگن، مثل قبلا هم داشتیم مسئله تسا، مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج که چند سال پیش اسرائیلی اومدن با پهپاد حمله کردن و صدمات اونجا زدن و بعد یه سری خرابکاری کردن، صدا و سیما تکذیب کرد. اصلا خبراش از من قبلا حتی متن خبر رو به شما نشون دادم که اصلا خبری نبوده، این دروغ بوده، یک اختلال در سیستم برق بوده. و بعد یه خورده گذشت گفتن که یه سری ریز پرنده خواستن حمله کنن ولی ما جلوشون رو گرفتیم، نابودشون کردیم. یکی دو سال گذشت، یک اختلافی بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ایجاد شد، آژانس اومد گفتش که جمهوری اسلامی دوربین‌های نظارتی رو برداشته و این کارش تخلفه. اینا گفتن نخیر، ما دوربین ها رو بر نداشیم، در عملیات خرابکارانه اسرائیل دوربین ها از بین رفته و ما متعهد نیستیم که کاری که اسرائیل خرابکاری کرده جبران کنیم. در مورد اسناد تورقوزآباد اگه یادتون باشه، وقتی خبرش منتشر شد که نتانیاهو اومد اعلام کرد ما اسناد بسیار مهمی از تورقوزآباد بردیم، همین عراقچی که الان وزیر خارجه است، اون موقع معاون ظریف بود، با تمسخر گفتش که یه نفری آقای نتانیاهو رو دست انداخته. تورقوزآباد اصلا مرکز هسته‌ای نیست. جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن، این دفعه دیگه ارجاع شدن به دولغزاباد. نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشته. بعد این خبرنگار دلغه که صدا و سیما هم برنش رفت اونجا، یه در آهنی زنگ زده در زده، گفت آقا اینجا کجاست؟ یارو گفت اونجا یه فرشجویی متروکه است. حالا مثلا که مثلا تورقوزآباد فقط یه دره.
ولی بعد از چند سال هم محسن رضایی گفت، هم احمد نژاد گفت و هم مقامات کشور گفتن که اسرائیل اسناد اصلی برده و اسنادی برد که تونست در مجامع جهانی ثابت کنه که جمهوری اسلامی چه کارهای خلاف قانونی داره در مراکز اصلیش انجام میده. و موارد فراوانی داشتیم، خیلی زیاد داشتیم، در مورد ترور فخری زاده اولش اومدن یه دروغای گفتن، در مورد هنیه یه حرفای زدن، اول گفتن که نمیدونم از طریق موبایلش بوده، بعد اومدن خبر درست کردن با کمک یک الدنگی که در نیویورک تایمز کار میکنه، جاسوس خبرنگاری که با اونا کار میکنه، اومد گفتش که بمب کار گذاشتن، خواستن زهر قصه رو بگیرن که اسرائیل تونسته با نفوذ در همون لحظه نقطه زنی کنه. گفتن از قبل، از دو ماه قبل اینجا یه نفر بمب قایم کرده بوده که انگار مثلا یه گفته بمب اینجا میذاریم، شاید یکی اومد کشتیمش. الان همین آقا میگه که در همین برهه اخیر مگر اسرائیل عملیات انجام نداد، مگر ربایش سند انجام نداد، مگر چند نفر کشته نشدن، مگر تخریب نشد. ایناش که خب حالا مشخصا خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، قبلا هم سابقه داشت. حالا من چند نمونه شو گفتم، اگر بخوام بگیم تا صبح میتونم نمونه به شما بگم در طول سالهای بعد از انقلاب، اما این نمونه که من گفتم همش مربوط به دو سه سال اخیره و اتفاقا مرتبط با اسرائیل همش. اینی که اینا اسرائیلی که میگن در دیگه کارش تمومه، داره میره به جهنم، داره میفته و سقوط میکنه و جمهوری اسلامی روز به روز داره به قله میرسه، اینا که من نمونه گفتم همش مرتبط با اسرائیله. من بحثی که میخوام بکنم، مخاطبم بعضی از حزب اللهیات چون اصلا میخوام بگم، ببین ایشون میگه که یک بنایی در کشور وجود داره که بعضی مسائل رو نگن برای اینکه توقع ایجاد نشه. خب حالا اگر ما گفتیم اسرائیل این کار انجام داده، بایستی اقدام انجام بدیم. دوستانی که کارهای منو پیگیری میکنن میدونن من از چند ماه قبل گفتم یکی از مشکلاتی که خامنه ای بعضن در حوادثی که اتفاق میفته پیام تسلیت نمیگه، مثل خیلی از ترورهایی که در لبنان انجام شد، در سوریه انجام شد، در ایران انجام شد، خامنه ای اگر بخواد پیام بده مجبور بعد واکنش نشون بده، و اگر بیاد بگه اسرائیل این کار انجام داده بعد واکنش نشون بده. کما اینکه وقتی در مورد کشتن رزی در سفارت، کشتن زاهدی در سفارت جمهوری اسلامی در ساختمانی که میگفتن وابسته به سفارت جمهوری اسلامی در سوریه است گفتن، خامنه‌ای پیام داد و گفت انتقام میگیره و بالاخره یک فیک الاسد دومی انجام دادن به عنوان وعده صادق. من بارها گفتم در مواردی که خامنه‌ای واکنشش نمیده برای اینکه نمیدونه چیکار کنه، چون نمیتونه کاری انجام بده و اگر پیامی بده و اسرائیل رو مسئول اون کار معرفی کنه باید واکنششون بده. الان این کارشناس حرفو بعد از ماها اعتراف میکنه که ما اگر بخوایم مسائل رو بگیم توقع ایجاد میشه، و بعدم میگه یه کاسبی مثلا یه بقالی داشت با شاگردش صحبت میکرد، میگفتش که آقا اینا مثلا چه شده، حالا شنیدید خودتون دیگه. من میخوام به حزب اللهیه که این رو میشن بشن بگم، بهشون بگم که جمهوری اسلامی ظاهرا تصور میکنه تنها افراد احمقی که در این کشور هستن حزب اللهیه هستن، فقط حزب اللهیه رو میشه خر کرد، وگرنه مردم عادی که باور نمیکنن. شما برید از روز اولی که این حادثه اصفهان پیش اومد، مردم جوک درست کردن که شهید نشتگاز. خب این تمسخر بود دیگه، یعنی اگر واقعا مردم باور کرده بودن که اینجا نشتگاز اتفاق افتاده، این اصطلاحو به کار نمی بردن که. یعنی از لحظه اول مردم میدونستن چیه، و اونهایی هم که نمیدونستن بر اساس تجربیات و بر اساس موازنه قدرتی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، در ذهنشون اولین فرضیه‌ای که شکل میگیره اینه که بله اسرائیل این کارو کرده و جمهوری اسلامی چون غلطی نمیتونه بکنه، یا تکذیب میکنه یا سکوت میکنه یا مخفی میکنه یا با بی‌غیرتی از کنارش رد میشه. نکته مهمش اینه، اگر یک حزب اللهی حرف ما رو گوش میکنه توجه کنه که جمهوری اسلامی تصورش بر اینه که یک مش احمق طرفدارش هستن و این احمق‌ها همچنان باید در حماقت باقی بمونن. اینها نباید بفهمن واقعیت چیه. اینها اگر واقعیت بفهمن، توقعاتی از جمهوری اسلامی دارن که جمهوری اسلامی نه جرأتش رو داره، نه ارزش رو داره، نه انگیزش رو داره. به همین جهت همچنان بر روی حماقت طرفدارانش حساب میکنه. من بارها گفتم بحث تست حماقت که من از چند سال پیش مطرح کردم، روزا داره نمونهاش مشخص میشه. خیلی از اقداماتی که انجام میده جمهوری اسلامی، خیلی از فعلها و ترک فعلها، یعنی کارهایی که انجام میده یا کارهایی که باید انجام بده و انجام نمیده، جمهوری اسلامی بر مبنای تست حماقت این کارها رو انجام میده یا انجام نمیده. یعنی اولا فرضش اینه که طرفدارانش و کسانی که مخاطبش هستن احمق هستن، ثانیاً برای اینکه اعتماد به نفس خودش از دست نده، چند وقت رفت این تست حماقت رو تکرار میکنه با یک فعل یا ترک فعل، هر دوش وجود داره، با یک گفتن یا مخفی کردن یک خبر، با یک دروغ پردازی یا پوشاندن یک واقعیت، این تست حماقت رو تکرار میکنه
که ببینه همچنان طرفدارانش این احمق‌هایی هستن که جمهوری اسلامی نیاز داره، یا ممکنه خودم عقلشون تکون خورده باشه، ممکنه یه مقدار به دروغ‌ها، فریب‌ها، حقه‌بازی‌ها و کثافت‌کاری‌های جمهوری اسلامی پی برده باشن و دیگه باور نکنن. آی کسانی که همچنان فکر میکنه جمهوری اسلامی دلسوز شماست، ببینید این کارشناس صدا و سیما داره اعتراف میکنه که جمهوری اسلامی رو خریت شماها، رو حماقت شماها، رو نادانی شماها حساب کرده. پس باور کنید خیلی جاهایی که شماها رو تحریک میکنن علیه مردم دیگه، اسلحه دست شما میدن بچه مردم رو کور کنید، بکشید، تجاوز کنید، روی همین حماقت شما حساب کرده. و متاسفم برای شما احمق هایی که بعضیاتون تصور میکنید با این کارها ثواب هم میکنید و بهشت میرید و حوری بهشتی گیرتون میاد. ممنون از همه دوستانی که گوش میکنن. شب و روزتون خوش. موفق باشید. جزئیات تایید قانون عفاف و حجاب، میزان جریمه ها خود به خود افزایش مییابد. غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد لایحه عفاف و حجاب پس از 2 سال کشمکش به تایید شورای نگهبان رسید. با شروع اعتراض ها به حجاب اجباری و پس از کشته شدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد، لایحه عفاف و حجاب در صحن مجلس 11 مطرح شد. لایحه‌ای که تاکنون چندین بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت، حالا با تایید شورای نگهبان باید توسط دولت 14 ابلاغ شود. موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت، لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود. موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با فرهیختگان تایید این لایحه توسط شورای نگهبان را اعلام کرد. گفت لایحه مهم است و همه قوا باید برای اجرای آن همکاری کنند و کسی کارشکنی نکند. وی همچنین در تشریح اجرای این لایحه و مطرح شدن برداشت جریمه از حساب بانکی افراد گفت، با توجه به اینکه الان افزایش میزان مجازات ها در دولت هم تصویب شده، میزان جریمه ها خود به خود افزایش پیدا کرده است. غضنفر آبادی گفت جریمه شدن شامل افراد و خودروها می شود و اطلاع رسانی درست درباره این لایحه را از وظایف جدی صدا و سیما دانست و ضمن تایید اینکه هزینه جرایم افزایش پیدا می کند گفت، هم صدا و سیما و هم بقیه افراد باید در جهت اطلاع رسانی این لایحه کمک کنند. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.